در درس گذاشته ما شما در مورد اوپن دیالوگ صحبت کردیم، گفتیم که توسط اوپن دیالوگ ما شما میتونیم که فایل های دیگی را از خارج از برنامه وارد برنامه خود بسازیم، که اکثرا به خاطر تکس فایل هایی که به فرمت تکس باشه او را وارد سیستم خود میساختیم که او را دراگ اند دراپ میکردیم بالای فرم و تکست باکس برش معرفی میکردیم، بطن معرفی میکردیم و وقتی که فلترش میکردیم کدام نوع فایل بر ما شما وارد برنامه ما شما بسازن. خب در درس امروزی ما شما در مورد آپشن تول دیگی که وجود داره صحبت میکنیم به نام سیف دیالوگ است، که تقریبا کارکرد متضاد با چی داره؟ با اوپن دیالوگ داره. در اوپن دیالوگ ما شما از بیرون برنامه های خود وارد سیستم خود می ساختیم، مثلا یک تکست باکس رو نوشته کرده بودیم یا آوردیم محتویات شده داخل سیستم خود می ساختیم، در داخل برنامه خود می ساختیم. در سیف دیالوگ ما شما می خواهیم مثلا تکست را که در داخل خود فرم خود نوشتیم او رو بخوایم در یک برنامه دیگه یا در یک فولدر دیگه خارج از چی خود ثبت بکنیم، خارج از این فرم خود یا خارج از این سافت ویری که ایجاد کردیم ثبت بکنیم. موضوع ما شما از چی استفاده میکنیم؟ از سیف دیالوگ. خب به خاطر از اینکه ما شما بتونیم سیف دیالوگ به شکل عملی کار بکنیم، گفتیم سیف دیالوگ به خاطر ذخیره کردن و نوشتنی که ما خواسته باشیم برنامه یا تکس های خود یا نوشت های خود یا چی خود در بیرون از برنامه خود سیف بکنیم، اکثرا خصوصا زمانی که ما شما چی نمیشیم در اسکیل سرور وصل نمیشیم یا در اکسس و بعض برنامه های دیگه میخواهیم مثلا یک سافتویر بسیار سبک جور کنیم، فایل های خود یک قسمتی که به شکل تکس است در یک فولدر جداگانه در خود کامپیوتر ما ذخیره بکنیم. موضوع وقت با شما سیف دیالوگ استفاده میکنیم. عینا هم اون کارکرد مشابهی که ما شما هم عمل کرد مشابهی که در اوپن دیالوگ رفتیم اون کارا رو کردیم تقریبا مشابه به اونمو هم یک کارو میکنیم. میایم اول مثلا یک بتن ایجاد میکنیم، بعد از اون بتن ایجاد کردیم یک تکست باکس میگیریم و بالای بتن کلیک میکنیم و در کلیک ایونتش دات کلیکش که ایونت کلیکش است کد میکنیم که با شما می فایل کنشتم میکنیم نمی تکس باکس بره با یک فایل با یک نام که ما شما برش میتیم در اونجا به مون نام می فایل ما شما ذخیره شه. خب در قسمت می آیم شما اول یک بتن میگیریم مثل قبلا نمی کار کردیم، خواهیم بتن خود اگر بیاریم چون می آیم نامش هم اصلا میتیم در اینجا میگیم سیف دیالوگ، سیف دیالوگ میگیم. این را اگر بیاییم یک قسمت دیگه بیاریم که اگر امیم چی ما شما فرم ما شما اگر چی بیاییم و میاییم یک تکس باکس هم میگیریم، تکس باکس یون گفتیم این مثل مشابه مولتی لاین میسازیمش، مولتی لاین که ساختیمش ایره میاییم در یک قسمت کلانش می سازیم. خب ایره کلان ساختیم، تکس باکس ما نامش چی است؟ تکس باکس 1 و بطن ما مثل این تقریبا مشابه که در فرم دیگه ایجاد کرده بودیم چی است؟ بطن 1. اگر خواسته باشیم که بعض تغییرات در خود بطن خود بیاریم میشه میره در قسمت فون بیاییم، اولا میره فرمش را کنیم 12 بسازیم، اینو بولد بسازیم، اگر خواستیم ایتالیکش بسازیم ایتالیک نمیسازیم، کالرش اگر تغییر بدیم کالرش هم میتونیم تغییر بدیم کالانت فور کالرش. خب حالا میاییم ما شما چی میکنیم؟ امو دیالوگ را که میخواییم سیو بکنیم مثلا یک قسمت ما میاییم نشته میکنم، وقتی که فارم چی کردم لود شد فارم رن شد نشته میکنم، بعد میخواییم که نمیره ذخیره بکنم در یک فایل تکسی که در بیرون است. و خاطر از این گفتیم میاییم در یک قسمت بالای زمین چی میکنیم؟ دبل کلک میکنیم. خب یک موضوع دیگه که در یک قسمت است مثل که اینجا بیم سعی کنیم وقتی که این کار بکنیم گفتیم حال باید یک دیالوگ بیاریم رسم بیاریم درگ اند دراپ بکنیم. کدام دیالوگ؟ پیشتر اوپن دیالوگ آورده بودیم، اینجا میاییم ای بار نوبت چی است؟ سیف دیالوگ. سیف دیالوگ از این قسمت پیدا میکنیم، سیف دیالوگ، سیف فایل دیالوگ، این را میاریم در این قسمت درگ اند دراپ کنیم. سعی کنیم وقتی که انداختم در فرم خود درگ و دراپ کردم ببینین خصوصیاتی که چی داشت، خصوصیاتی که
خود اوپن دایلاگ داشت، اوپن فایل دایلاگ داشتی هم چی داره؟ این خصوصیات مشابه با چی را داره؟ خصوصیات مشابه با فایل دایلاگ داره. زمانی که ما ایره اینجا مندوز کلک میکنم این قسمت میه، ببینین اولش فیلتر گفتیم، فیلترش که وقتی خواسته باشیم یک نوی خاص دیتار ما شما وارد سیستم بسازیم، فیلتر ایندکس، اد اکستنشن، چک فایل اگزیست، چک پات اگزیست، کریت پروموت، دیفالت اگزیست. ببینید تمام خصوصیاتی که ما شما در اوپن فایل دیالوگ داشتیم در چی هم داریم میره؟ در سه فایل دیالوگ هم داریم. خب امی کار را که ما گفتیم می که اگر بخوایم فیلتر بکنیم چی دیگه قسمت بیاییم، امو چی خود را نشته بکنیم، امو ساختار یا امو استرکچر را که ما می خواهیم نوعیت فایل مشخصه بر ما وارد سیستم بکنه، یا یه چی که مثل که قبلا در بطن کود کردیم امو رقم بکنیم. خب بالای بطن دبل کلیک می کنیم بر ما شما قسمت واضح میشه. به خاطر از این گفته ما شما از دیتای خود و از سیستم خود بخوایم که دیتا را خارج از برنامه خود یک فولدر دیگه سیو کنیم، ما شما از یک نیم اسپیس که قبلا هم گفتیم استفاده میکنیم، using namespace system dot i dot io که اونی اینپوت آوتپوت دیتا را که من میخواییم هم اینپوت کنم امون را برمان نشان بتا و هم آوتپوتش کنم دیتایی که من میخواییم. خب دیتایی را که وارد سیستم میکنم توسط دیتا میتونم و دیتایی که خارج سیستم میکنم. خب بخاطر از این اول میاییم و شما قسم که قبلا گفتیم چی میکنیم؟ کود میکنیم که اول امو اکستنژن مشخص یا اون فایل مشخص بر از این معرفی میکنیم. به خاطر از اینکه کارو بکنیم در قسمت اول میایم چی میسازیم؟ میگیم سیف دیالوگ فایل دیالوگ وانا مساوی فیلتر شه. وقتی که فایل ما فیلتر کردم مساوی بساز به چی؟ مساوی بساز به امو نوعیت دیتا را که ما میخوایم، یار نام را که بتین و با کدام چی باشه؟ .txt فیلترش به شکل تکست کو هر نوع فایل دیگه باشه که اینجا اگر این نام را که بتیم مثلا فایل تکست فایل ها و فرمت تنها فایل هایی که ما با فرمت تکست هست این را از طریق سیو فایل دیالوگ ما میخواییم سیو بکنم در یک فولدر، دیگر نوع فایل ها را نمیخواییم بکنم. به این خاطر که نوعیت فایل مشخص ساختیم، بعد از او چی کنه بر ما؟ در این قسمت امو قسمی که قبلا گفتیم چی کنه؟ امو دیالوگ را که ما بارش باز میکنیم او را برای ما چی بسازه؟ خالی بسازه. فایل نیمشه، فایل نیمی که وجود داره فایل نیمشه هم مساوی میشه به string قسم قبلا گفتیم string.empty شکو. خب بعد از اون ماشون میخواییم که میتونیم که برای چی بتیم یک اکستنژن بای دیفالت برای خود فایل بتیم، ضرورت نشه خود ماشون اکستنژن بتیم. به خاطر از اینکه ماشون اکستنژن به شکل دیفالت برش معرفی بکنیم میاییم میگیم set کو برای ما چی کو؟ برای ماشون میگیم save dialog 1 save dialog 1 dot default defaultش کو با دیفالت مساوی با چی بساز؟ text. دیفالت مساوی با text بساز به شکل دیفالت چی بسازش؟ دات تکست بسازش. یعنی هر فایل که من ذخیره کردم در قسمت فایل نیمش به صورت خود اتومات فرمت خود چی بگیره؟ دات تکستی بگیره. خب بعد از اینکه کار کردیم چی میکنیم؟ بالای این بتن میخواییم کلک بکنیم، میگیم بتن ما شما زمان که هر کس بالای چی کرد؟ دایلاگ سیف دایلاگ کلک کرد، بالای سیف دایلاگ کلک کرد برای شکو دایلاگ بالای ازو کلیک کرد برش میگیم دیالوگ دات ریزلت یک چی برش میگیریم؟ میگیم ریزلت مساوی هر وقتی که کلیک شد بالایش دالای سیف دات دیالوگ وان کلیک شد چی کو برش شو بساز؟ شو کو شو دات خودم شو دیالوگ دات اوکی شو دیالوگ دات اوکی نه تنها شو دیالوگ خب شو دیالوگ اینجا یک چی اسپیش ما مانده بود شو دیالوگ خب هر وقتی که در ریزلت دیالوگ به نام ریزلت گرفتیم سیو دیالوگ دات شو کمو دیالوگ که برش کلیک کرد همو دیالوگ باکس برش نشان میدیم. هر زمانی که ما هم پیشتر وارو میگیم اف هر وقتی که ریزلت مساوی با چی شد با ریزلت مساوی با چی شد مساوی شد با
دایلاگ ریزالت دایلاگ ریزالت دات اوکی. هر وقتی که مصایبه اوکی شد چیکو برما؟ هر وقتی که مساوی شد مثلا پیشتر و مثل یک میگیم فایل استریم چون ما از نوعیت استریم میخواییم چی بکنیم اف اس مساویش میشه با نیو فایل استریم در داخل دات سیو دایلاگ dot file name comma file mode comma dot comma dot file mode dot create بر ما یک فایل ایجاد کرد در فایل نیمی که ما در فایل استریم چیزش میکنم ذخیره میکنم. خب بخاطر از اینکه بعد از این کار کردیم ما شما میگیم در چیکو توسط چی کار بکنه، توسط استریم رایتر، بیشتر توسط استریم ریدر کار میکردیم، حالا توسط استریم رایتر کار میکنیم. یک قسمت میگیم استریم رایتر مساوی میشه با استریم رایتر ما مساوی میشه یک نام اگر برش بتیم مثلا WRT استریم رایتر مساوی میشه با نیو استریم رایتر در داخل چی؟ در داخل فایلی که با شکل ایش چی ببرش جور کردیم؟ fs. خب بعد از او rt dot چی که برما؟ dot برما write که فایل در کجا؟ write فایل در write شکو در کجا؟ در امو تکس باکس که دارم به نام چی؟ txt. خب ببینین توسط استریم ریدر میگم در این فایلی که ما در تکست باکس هر چیزی را که نوشته کردیم در استریم رایتر بر ما زمانی که من نوشته میکنم در کجا بر ما سیوش کنم، در این قسمتی که توسط فایل سیو دایلاگ او قسمت هم مشخص میکنم، این فایل بر ما چیکو در اونجا ذخیره کنم. خب زمانی که ما رن میکنم ببینید این قسمت پیش از اینکه ما رن بکنم اینجا اگر ما بیایم اینجا یک چیز نشته بکنم در این قسمت، خب اول اول رن میکنیم بعد قسمت میتونیم که یک چیز نشته بکنیم. خب پروگرام ما شما که رن شوه میبینید که بر ما شما اینجا بتن که ما میخواهیم سیو دایلاگ اینجا قسمت نشته میکنم مثلا هاي دس از مای first use of dialog wait a minute save ببینه برای مثل که ما شما چی میکریم سیو میکنیم. در قسمتی که میخوایی سیوش کنی سیوش که خب ما اینجا در این قسمت داکنود میایم در دانلود میایم یا در استاپ میایم میره سیو میکنم مثلا بنامه میگم در اینجا میگم مثلا مسج و میگم سیو. این حال زمانه که ما شما میریم در صفحه دستاب خود ببینید به نام مسج دار تکستی به شکل نوتپد به ما شما اون فایل ما در اینجا ذخیره شد. خب این بود درس ما شما در مورد سیو دایلاگ. توسط سیو دایلاگ گفتیم ما شما میتونیم فرمت های مختلف بلخصوص فرمت های تکست را که خواسته باشیم بیاریم در کامپیوتر در درایو یا در قسمتی که خواسته باشیم مشخص بکنیم و ذخیره بکنیم. درس ما شما مورد کفایت میکنه. اوقات خوش، بخیر باشید.